به نام یاد خدای بخشنده و مهربان و عرض سلام و احترام خدمت همه شما عزیزان همیشه همراه، خانواده های محترم، شما پدران، مادران، جوانان، هر کدام از شما عزیزی که بیننده برنامه هستین، امیدوار هستم که جور و سردمند باشین. الهی که خیر و برکت همیشه در زندگی یک یک شما عزیزان باشه و بیننده برنامه روشنا باشین تا آخرین لحظات. آرامش سهم دلهایی هست که همیشه توکلشون به خدای بزرگ هست. پس با توکل به خدای بزرگ امروز برنامه روشنا را تقدیم نگاه های شما عزیزان میکنیم و تا آخرین لحظات همراهی شما را میخواییم. در آداب دینی ما تأکیدات بسیار زیاده وجود داره. یکی از اون تأکیداتی که در آداب دینی ما وجود داره هست که همدردی داشته باشین، به خصوص در جمع اعضای خانواده و بعدش در جامعه. همدردی، همدلی، پیوند و روابط خانوادگی محکم، این مسائل جز آداب دینی ما هست و عینیت او را هم در مکتب عاشورا ما دیدیم. روابطی که بین خاندان اهل بیت بود و یا روابط همدردی و همدلی که در یاران و اصحاب امام حسین علیه السلام بود. به خاطر دارید، زیاد شنیدن همدردی و روابط خالصانه و صادقانه دو خواهر و برادر، دو برادر، فرزند و پدر، همسر و شوهر. اینها روابط هایی هستند که چقدر صمیمانه، چقدر خالصانه و صادقانه هست. و این همدردی و این همدلی و این روابط را ما باید یاد بگیریم و در زندگی خود ما هم عمل کنیم. انشالله که بهترین روابط صمیمانه، دوستانه و پر از صفا و صمیمیت را برای یکی که شما خانواده های عزیز خواهان هستم. خانم حسنات عزیز را امروز در استودیو داریم. یک سلام گرم تقدیمشان میکنیم. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر الناصر و معین. سلام و ادای ادب و احترام دارم به حضور شما و عزیزان بزرگواری که در هجرا و پخش این برنامه تلاش میکنن، امت میورزن، تشکری خاص از پیشان میکنه و سلام و ادای احترام دارم به حضور همه بینندگان عزیز و هموطنان گرامی. انشالله که رمز موفقیت و پیروزی را در بین خانواده هایشان درک کرده باشن و به آن جامعه عمل بپوشن. زنده باشن انشالله. تشکر. و خانواده های عزیز و هموطنان گل، ما در رابطه با موضوع نقش زنان در عاشورا صحبت های زیادی داشتیم و امروز میخواییم که نتایج حضور زنان را در قیام عاشورا بررسی کنیم و ببینیم که همه قسم که ما گفتیم که در تاریخ نقش زنان کم نبوده و بسیار فعالیت های زیادی داشتن، به خصوص در قیام عاشورا، و زنانی که در حضور داشتن در این صحنه بسیار بسیار فعالیت های زیادی داشتن. و حالا میخواییم بیاییم این را بررسی کنیم که حضور زنان در این قیام چه نتیجه ای داشته. خب خانم اسنا، چه نتیجه ای داشته حضور زنان؟ بسیار خب، ما بیان کردیم برای عزیزان بزرگوار که در این واقع غمناک و در سال 61 هجری در کربلا در سرزمین عراق بر امام و خاندان پیامبر چی گذشت. خب اینم ذکر کردم که چی زنانی بر رکاب امام حسین علیه السلام پیوستن و در این نهضت سهیم شدن و بسیار حضور فعال داشتن و بالاخره یک مدافع کلی در رکاب امام بودن. امروز بخیر ما نتیجه میگیریم از بحث خود که امت زنان خودم بیدار کنیم، ببینیم که زنان تا چه حدود امت دارن و میتوانن که در صحنه های مختلف زندگی چگونه هم در خانواده بله و هم در جامعه مشارکت عظیم داشته باشن و مردان خودم یاری بکنن. در قدم نخست ما ببینیم زنان با چی انگیزه وارد این به اصطلاح قیام و نهضت شدن، با چی آدافی و نیت و قصدشان چی بود. یعنی یک صحبت ما داشتیم در این مورد که امام حسین علیه السلام خانواده خودشان را با خودشان آوردن و دلایل از ایران بیان کردیم. حالا میخواییم بینیم نتیجه و زنان دیگم که به امام حسین علیه السلام پیوستن بله و در این سفر بودن و حضور داشتن، حتی در روز عاشورا بالای سر شهدا اینا
حضور گرم خود نشان دادن و برای شهدا عزاداری کردن که این عزاداری ها و گفتار و سخنان و پیام رسانیشان خودشان رقت قلب بر وجود به وجود میاره بر عده‌ای از مسلمانان، اونایی که محبت و صمیمیت با خاندان پیامبر دارن چگونه درک کردن انسان های اوناک رو و میخواین که تا پای جان به همکاری نایستاد باشن و با تاسی از این مکتب یعنی مکتب زینبی زنان چگونه در زندگیشان جامعه عمل بکوشن. در قدم نخست ما درک میکنیم که این زنان، زنان شجاع و زنان که از مکتب زینبی پیروی داشتن، دفاع از امامت و اقانیت خاندان پاک پیامبر، بله یعنی امام زمان خودشان را تنها نماندن، نگذاشتن که تنها بمانند و حتی احساس کردن که باید با ایشان باشن، بله در کنارشان باشن، در کنارشان شاید دفاع کنن، شاید اتمام حجت کنن، شاید دشمن را توجیه بکنن، شاید دلایل خود را ذکر کنن و دلایلشان مؤثر واقع بشه. لذا امام تنها نگذاشتن، در روز عاشورا با امام تقریبا همسنگر بودن. بله چنانچه ما میبینیم که زنان زیادی در اون روز وارد پیکار شدن، از جمله مادر وهب، بله همسر مسلم ابن اوسجا، اینا آمدن وقتی که بچه‌هاشون شهید شد یا همسرشون، دوباره تشویق بچه خود یا خود خود میخواستن که وارد پیکار بشن و با دفاع از امامشان یک جامعه عمل بپوشن و اتمام حجت کنن برای دشمن که امامشان تنها نیست و خودشان هم باید بدانن و امام وقت و اون روز رو بشناسن. این یک عصر بود که امت زنان را میرسانه که چقدر نسبت به امام خود مهربان و رعوف بودن و با علاقه زیاد و فراوان داشتن و این همون دفاع از خاندان پیامبر و خود پیامبر میشن. زنان مسلمانی بودن که ناب بودن، بدون دغدغه و بدون حراس و ترس و وحشت وارد صحنه و وارد پیکار شدن. این یک اصل. اصل دیگری که ما با وجود زنان عاشورا میبینیم عبارت از اصل اون پیام رسانی هایی بود که از مکتب زینبی شروع شد، از دختر علی شروع شد، که میخواستن افکار عمومی را یعنی ذهن مردم را که در اون روز تغییر خورده بود توسط خاندان بنی امیه و حکومت یزید، اخبار رسانی و پیام رسانی کنن، اخبار مهم روز را به جامعه برسانن. دقیقا میخواستن برسانن به مردم جهان که حکومت یزید بر حق نیست، حکومت بدعت گذار است، حکومتی که مسلمین را فریب داده و ظلم و اذیت و آزار نسبت به مسلمانان جهان مرتکب میشه. لذا فرزند امامشان را شهید کردن، فرزند پیامبرشان را شهید کردن و در زمین خواستن به مردم بفهمانند که یزید هر نوع تبلیغی که در این راستا داشته او را باطل اعلان بکنن. نقش یک رسانه را داشتن، یک قانیت را برای مردم معرفی بکنن. حالا خب امروز ما میبینیم که رسانه چقدر نقش اهمیت و مهمی را داره. حرف اول میزنه در خبر رسانی و اطلاع رسانی. او زمان زنان، او زمان ما هم زنان مبلغ، زمان شجاع و پیام رسانی و نقش رسانه را به عهده داشتن. و از جمله این که حالا ما بگه خب شاید سوال ایجاد بشه که چی افکار عمومی را چگونه تغییر دادن، چگونه برای مردم پیام رسانی کردن، چگونه افکار مردم تغییر خورد دفتن در امان روز، یکی در کوفه و همشیران در شام، بله و در مجلس یزید، چنانچه حضرت زینب و حضرت ام کلثوم و امام سجاد سخنرانی کردن، مردان یا خانواده‌هایی بودن که قبلا به پیش این اسرا می آمدن و فکر می کردن که اینا کیا باشن، از کجا آمدن و می گفتن که خدا را شکر که شما ذلیل شدید، اسیر شدید، مردان شما کشته شد. درست. اما پیام های روشن ضمیری از حضرت زینب سلام الله علیها و اون تبلیغ خوب و اون ترویج خوب و فصاحت و بلاغت خوب اون بانوی مکرمه باعث شد که مردم تفهیم بشه که اینا گول خوردن، فریب خوردن و بالاخره با اخبار روز آگاه نیستن و معلوماتشان خیلی ضعیف بوده، چون دستگاه تبلیغاتی دشمن نگذاشته بوده که اینا حقانیت پیدا بکنن و حقیقت جستجو بکنن و بالاخره به یک نتیجه برسن. اما زنان عاشورا تا نیستن که فکر و مفکوره مردم عموم جامعه را تغییر بدن و پیامهای خود را برسانند. یعنی در واقع یک نوع فعالیت بزرگی بود
رسالت زنان بعد از آشورا که توانستن حتی اسلام احیا ببخشن، بله. دین ما رو احیا کنن، حقانیت پیامبر آشکار بکنن. با اون وقت بود که نقشه شوم دشمن خونسا شد و مردم جهان مخصوصا جهان اسلام و سرزمین عراق، سرزمین عرب متوجه بشن که اینا حقانیت با اینا یا باید چگونه حرکت بکنن، بله. تا انشالله در اون موقع بتانن شر حال پیامبر و خاندانش بشنون و جامعه عمل بپوشن. بله. و چقدر زیبا که حتی گفتار خودشان رو هم مدیریت داشتن، یعنی که در زمانی که میخواستن که حرف بزنن و گپ را بیان کنن همون رو میفهمیدن که از چه باید شروع کنن، از معرفی خود شروع کردن، معرفی خود و اهل بیت خودشان و خاندان خودشان را معرفی کردن و بعد بله. از او به مرور آمدن و بسیار از مسائل دیگر را عنوان کردن. بله. و ذره رفتار و گفتار و اینها میتونن برای ما واقعا درس باشن. انشالله که بتانیم همه این درس ها را الگو بگیریم و یاد بگیریم در زندگی خودمان. بعد از یک وقفه و میان برنامه همچنان همراهی کنیم. یا صاحب الزمان شود آیا که شبی بر دل من یار شوی، یار این خسته غم دیده بیمار شوی. سینه غم زده ام بهر تو سوزد همشم، دل من آب شده کی تو پدیدار شدی. با کلافی بنشستم سر بازار رخن، کی تو ای یوسف من بر سر بازار شدی. همچو یعقوب شده دیده ام از درد فراق، کی به پیراهن خود نور شب تار شوی. هر که مشتاق تو شد گوشه چشم تو خرید، هر که مشتاق تو شد گوشه چشم تو خرید، شود آیا که مرا هم تو خریدار شوی. ز غم غربت تو شام غریبان شده دل، ز غم غربت تو شام غریبان شده دل. چه شود گر تو مدد کار دل زار شوی. شعله خیمه آتش زده گوید که بیا زائر بی کفن بی سر و خونبار شوی. اللهم عجل لولیک الفرج. تشکر از توجه همه شما خانواده‌های عزیز و هموطنان عزیز و هر کدام از شما عزیزی که همکنون بیننده برنامه روشنا هستین. با موضوع نتایج حضور زنان در قیام عاشورا صحبت میکنیم با شما عزیزان و امیدوار هستیم که تا آخرین لحظات ما را همراهی کنین و اگر هم میخواین با ما در ارتباط باشین، برنامه ما به صورت لایو و زنده هست، میتونین همکنون با ما در ارتباط باشین. سوال و پیشنهاد اگر دارین حتما با ما در ارتباط باشین. نمبر واتساپی را همکاران ما زیرنویس میکنن و میتونین همکنون با ما در ارتباط باشین. و اما خانم حسنات عزیز، در رابطه با نتایج حضور زنان صحبت میکردیم و ای که حضور زنان در قیام عاشورا بسیار پررنگ بوده و بسیار نتایج زیاد داشته و ما وقتی تاریخ مطالعه میکنیم میبینیم که بله، نقش روحیه دهی زنان در قیام عاشورا و در کنار مردان میتونه بسیار بسیار اهمیت داشته باشد، چرا که یک نوع مدیریت بحران داشتن، یک نوع روحیه دهی داشتن و نقش پیام رسانی که اینها داشتن بسیار اهمیت داشته در امروز. بله، ما ذکر کردیم که امام به اساس عقلانیت و آگاهی که داشتن خواستن که زنان در این به اصطلاح واقعه باشن که دیدیم انشالله هم نتیجه خوبی به دست آمد. اینا پیام رسانی به روز داشتن، افکار عمومی را تغییر دادن، دفاع از امامت خود داشتن. دیگر این که با اون سخنان پر تأثیر و به اصطلاح سخندانی های آتشین خود، حضرت زینب سلام الله علیها تانیستن که یک نوع بیداری انسان ساز را در جامعه به وجود برند. درسته. چنانچه ما میبینه که بعد از واقعه عاشورا قیام حضرت سیده شهدا چگونه گروه های تربیت شدند
با اونهایی که شیعیان ناب امام علی بودن و پیروان سید شهدا بودن چگونه بیدار شدن بله. و آگاهی پیدا کردن و خواستن که با دفاع از امامشان اینا هم جبه ها و گروه های ترتیب بدن و برای خونخواهی سید شهدا اینا قیام بکنن که کردن قیام کردن. خب کیس رول بسزای در این بیداری و آگاهی در جامعه در اون روز داشت؟ سخنان هاتشین از زینب و همچنان زنان که در رکاب ایشان بودن، زنان که هم سفر بودن با ایشان که تا آخرین لحظه با این بانوی مکرمه هم دل هم فکر هم اندیشه بودن و دست از تبلیغات خود بر نداشتن. خب ما میبینیم که وقتی که قیام ها با وجود آمد، یعنی اگر سید شادا امانگونه که میرفت با پیام رسانه و این زنان به تعقیب آن به فعالیت بر نمیخواستن و تبلیغ نمیکردن و صحبت نمی کردن و ذهن عمومی را تغییر نمیدادن، آگاهی و بیداری مردم ضعیف می ماند، حتی چی که دستگاه تبلیغاتی دشمن کار می کرد که تمام حادثه عاشورا را خونسا بکنه و منفی بسازه و او را برای خود به خوبی جلوه بدن و خود مستحق بدانند که اینا حکومت بروز اسلامی هستند و می خواهند برای مسلمین خدمت بکنند. خب ما می بینیم که چی تاثیراتی داشت بالاخره که امروز در تاریخ اسلام الحمدلله ثبت است، در تمام تاریخ اهل سنت و تشیع، که بر حق بودن امام حسین سید شهدا و قیام و نهضت نوای پیامبر بر حق بوده، برای اینکه یک بیداری در بین مردم داشته باشند و تشکیل حکومت خوب اسلامی در بین جهان اسلام داشته باشند، جهاد کردند، شهید شدند، اما زنانشان تانستن اهداف این مردان با گوش مردم برسانند و مدافع اون باشند. این اصل اون بیداری عمومی در جامعه بود که واقعا تاثیر بسزایی داشت. دیگر از خدمات شایان این زنان شجاع و با امت، حتی بگم زنان متدین، مجاهد، پاکباز، این بود که خواستن با اون پایداری که از مکتب زینب سلام الله علیه آم مخته بودن صابر و شکیبا باشند. بله. اینا در اینه که داغ جوان دیده بودند، در اینه که هوای گرم احساس میکردند، در اینه که تشنگی و گرسنگی را احساس میکردند، توانستند که یک نوع خصوصیت اخلاقی و تربیتی انسانی را در وجود همه مردان و جهان و زنان و در جهان اسلام زنده بکنن. یعنی چی؟ یعنی سختی ها را هر انسان باید در زندگی خود بچشه. بله بله. در مقابل سختی ها باید مقاومت داشته باشن. درستن. در مقابل سختی ها باید اس بکنن که خداوند پیروزی را به انسان دوباره ملحق میکنه. لذا مکتب حضرت زینب مکتب مقاومت، مکتب شکیبایی، مکتب صبر و حوصله بود که درستن. با همون صبر و مقاومت و حوصله مندی خود رمز پیروزی بله. را چشیدن و توانستن که پیام برادر را به گوش مردم برسانند. بله بله. که حتی یهودی و مسیحی را متوجه کردن که قیامشان برحق بوده و میبینیم امروز روز که به زیارت حضرت سید شهدا علیه السلام حتی اون کشیش ها معذر میشن و روحانیون یهود و مسیحی هم حاضر میشن که یک ادای احترام بکنن، یک به اصطلاح تشکری داشته باشن که نوای پیامبر اسلام بالاخره برای دفاع از حق انسانیت انسان ها در جامعه فعالیت انجام دادن و به شهادت رسیدن. رمز همه رزمندگی جان هست، رمز پیروزیشان هست. حالا مثلا بسیار وقتا حالا دختران جوان ما شاید به این فکر عقیده باشن که خب این زمان بسیار قدیم بوده و ما چه قسم بتانیم مثلا حالا ما عصر امروز هستیم، آیا ما میتانیم زندگی عصر امروز خودم را تطبیق بتیم به زمانهای بسیار بسیار قبل؟ ولی خب حالا که ما میبینیم خب بله همه قسم که شما گفتین سختی و مشکلات امروز و دیروز و سالهای پیش نداره، زندگی همیشه در فراز و نشیب و سختی و مشکلات هست. پس این صبر و مقاومت و چگونه در وجود انسان ها باید نهادی نبشه؟ اما قسم که اونا داشتن ما هم میتونیم تطبیق بتیم زندگی خود، ما نمیتونیم بگیم که ما با اونها متفاوتیم. یعنی ما باید بیشتر از اونها صابر شکیبا باشیم، ما باید بیشتر از اونها بیداری و آگاهی اسلامی در جامعه داشته باشیم. در قدم نخست خود خانواده ها مسئول و مدیونن در قبال فرزندان خود، که حتی یک تجربه که برای من ثابت شده برای کودکان زیر 5 سال و 4 سال اگر اون قیام نهضت و مبارزه و جهاد امام حسین تبیین شده و توضیح داده شده، کودکان متوجه شدن که حق با کی بوده.
چی جا برسد به طبقه جوان ما؟ ممکنه سوال برشان بشه که خب 1400 یا 1500 سال پیش هم چی واقعی بوده، ربط به ما نداره. دیگه حالا که ما عصر امروز چه ارتباطی ما وظایف دیگه ما میگیم که به حساب قانون و قانونگذاری در جهان بالاخره یک اصل و ریشه وجود داره که برای انسان قانون وضع بکنه. چی بهتر از وضع قانون خدایی؟ بله. که طبق حکمت‌های خداوند قانون برای جامعه بشری وضع شده. ما باید توجیه کنیم که هر انسان به جوانان خود بگیم باید تابع قانون باشن. اگر تابع قانون نباشن، بدون قانون زندگی بکنن، دنیا پر حرج و مرج میشه. بله. هیچ کس نمیتونه در کشور، در محیط، در جامعه خلاف قانون خود عمل بکنه. درستم. اگر خلاف قانون عمل بکنه مجرم شناخته میشه، تعدی میکنه به حقوق دیگران، باید مجازات بشه. لذا در اون زمان چون به حق مسلمین تجاوز و تعدی شده بود که قبلا عرض کردیم، با مردم ضعیف و بیچاره رحم نمیشد، جامعه با مردمش توجه نمیشد، امام حسین قیام کرد. درسته. یعنی خواست حق را به مردم بفهماند و حقانیت خود اسلام را برای مردم معرفی بکند. ما به جوانان خود به جواب میگیم اگر اونا در اون زمان دفاع کردن و در سنگرهای جهاد و مبارزه و نبرد بودن برای اینکه قانون ثابت بمانه و به ما منتقل بشه و ما امروز تربیت نیک انسانی و اسلامی داشته باشه. بله. یعنی اونا قانون گذاران ما بودن و مدافع قانون بودن. حالا که ما میگیم زنان، ممکنه اون دشت کربلا یا صحرای کربلا یا گودی قدلگاه اما جایی بیشتر نبوده. بله. اما چی کار انسان ساد و جهانی انجام دادن که تا امروز اثراتش باقی هست. درست. و خدمات زنان چقدر مهم و موثر بوده که ما امروز داستانایشان برای بازمانده ها، برای نسل خود بیان میکنیم. تمام مردم جامعه به خصوص مربیان و اساتید و خود والدین مسئول هستند که از این واقعه تاریخی نگذرند. درست. بر اولادهاشان، بر جوانانشان، برای همه بیان بکنند تاریخ اسلام را. که این تاریخ انسانساز باید زنده بماند تا بچه های ما، اولادای ما بدانند که بر اسلام و مسلمین و حتی خاندان پیامبر ما چی گذشت. به خاطر چی؟ به خاطر دفاع از حق ما، به خاطر که ما هدایت بشیم، برای اینکه قرآن پایدار بمانه، برای اینکه از اطرت دفاع بشه و اون ریشه های امامت قوی بمانه و ما امام خدا یاری کرده باشیم و همچنان امام زمان خدا جل الله و تعالی فرج شریف که بخیر با اینا هم سنگر هم فکر باشه. بله. که جامعه بین راف نره، جامعه آرام باشه، جامعه حقوقشان به ایشان برسه. بعد تا جوانای ما از رنج و از تعب زندگی دنیا باید اینا خلاص باشن و متفرق باشن تا به زندگی خود ادامه بدن، زندگی آرام داشته باشن. بله. حالا خب ما همین مسائل که در شروع برنامه من یکم ذکر کردم، کل همینا میتونن برای ما زندگی های امروزی درست ما عبرت باشه. درس باشه. مثلا ما گفتیم همدردی داشته باشیم، روابط صمیمانه داشته باشیم. ببین بین دو خواهر و برادر، حضرت زینب و امام حسین علیه السلام، چه محبت وافر با هم داشتن. بله. چقدر خالصانه و صادقانه است. یا بین دو بیادر، حضرت ابوالفضل امام حسین علیه السلام، که حالا امروزه خانم السلام ما میبینیم این روابط بین خانواده ها چقدر خراب است. یعنی دو خواهر و بیادر یا دو بیادر یا نمیفهم فامیل هم رابطه ندارن، فقط چشم هم چشمی. بله. در کنار هم وقت توجه به زندگی دنیا، توجه به اینکه که بله. من ندارم اون پس داره، پس کجاست او صمیمیت؟ بله. پس کجا او دوستی های خالصانه، صادقانه و او همدردی ها؟ ما کل اینا رو میتونیم از همین مکتب و عاشورا درس بگیریم. درس بگیریم و بیاموزیم. فقط صرف این نیست که بگیم که خوب اونا دیگه مال سالها قبل بوده، سالها پیش بوده، دیگه حالا ما زندگی های امروزی ما چه ارتباطی وجود داره؟ بسیار بسیار ارتباطی وجود داره. که لحظه وقتی واقعا میگن مکتب عاشورا، واقعا یک دانشگاه هست که هر لحظه لحظه اون میتونه برای ما درس باشه. بعد از یک وقفه همچنان همراهی کنین، برنامه روشنا را با شما خواهیم بود. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تشکر از همراهی همه شما عزیزان بیننده. شما بیننده برنامه روشنا هستین از شبکه جهانی هادی بخش فارسی دری و امیدوار هستیم که صحتمند و سلامت باشین و بیننده برنامه روشنا در بخش پایانی هستیم و میخواییم که نتایج حضور زنان و تأثیرات او را امروز بررسی کنیم. صحبت های زیادی داشتیم با خانم حسنات و در بخش آخری هم میخواییم که این را یک جمع‌بندی کنیم و نتیجه بگیریم و ببینیم که چقدر حضورش مثبت بوده و چقدر مؤثر بوده حضور زنان در قیام عاشورا. بله، زنان شرکت کننده در قیام و نهضت عزت سید الشهدا در کربلا در اون غوغای عالم سوز در اون روز جهاد جهانی جهان اسلام نگذاشتن که دشمن قوی پیروز بشه و یا غوغا بسلا اون قیام را، اون نهضت را، اون شورش را با اون اعتراض که علیه حکومت یزید بود اونا تعریف بکنن. یک موفقیت میبینیم نتیجه خوب داد دیگه. بله. وقتی که امام تصمیم گرفتن زنان با خودم را بسازن میبینیم که خوب زنان این مرنج کشیدن، با امام ره سپار شدن، به سمت عراق آمدن، به کربلا، به کوفه، به شام. این رفتار خوب و مثبت زنان اعداف امام حسین علیه السلام را بجا کرد و اما به پیروزی رسیدن، نگذاشتن که اون قیام تحریف بشه و دشمن پیروز بشه. یک دوم که زنان واقع عاشورا به سرکردگی عزت زینب سلام الله علیها نگذاشتن که دشمن به هدف خود برسه. بله، یعنی هدف دشمن نابود و خونسا شد، با وجود که دشمن چی بود؟ خیلی قوی بود دیگه، حکومت یزید، حکومت بنی امیه در نگاه خودش پیروز بود ولی بله. که در از شکست خورده بودن. اون اقتدار که داشتن، اون سربازایی که داشتن، اون پول و به اصطلاح مادیاتی که برای طرفداران خود پخش کرده بودن و اونا را جلب و جذب کرده بودن، آخرش هم میگن دشمن به هدف خود نرسید. بله. این دو تا فعالیت مثبتی که تا اینجا میبینیم، زنان عاشورا جامعه عمل پوشیدن با رفتار و گفتار و عمل کرد خوب خود. بله. با پیروی از مکتب از زینب چگونه یک غوغای بپا کردن که بالاخره دشمنم حتی شکست خورد و نابود شد و هدف نرسید. دیگر این که میبینیم در این قیام و در این شرکت و همسنگری با عزت سید الشهدا چی نتایج در قبال زنده ماندن جان امام عزت سجاد علیه السلام به کار گرفته شد، که میبینیم عزت زینب اینجا رول بزرگ داشت. بله. که نگذاشت، که دیروز هم عرض کردیم در جلسه قبل، که جان امام به خطر بیفته یا امام اون زمان که بعد از سید الشهدا به امامت رسیده بودن به خطر بیفته. بله. یعنی نگذاشتن که نابود بشه، یعنی برای تداوم خط امامت دفاع از امامشان داشتن که امام زنده ماند و تانستن که برای جهان اسلام خدمتی داشته. بله. باشن و بالاخره اون عقانیت خاندان پیامبر دوباره زنده بکنن. و خانم حسنات، حضرت زینب سلام الله علیها بسیاری از امورات و کارهایی که انجام میدادن همه با مشورت امام زین العابدین علیه السلام بود. با امامشان مشورت داشتن. بله، یعنی امام زین العابدین علیه السلام رهبریت داشتن و مدیریت به عهده حضرت زینب بود و با مشورت امام زین العابدین و با دستور از امام زمان خودش مشورت میگرفتن و مدیریت داشتن. بله، درست. و این از عملکرد خوبی از زینب بود که جان امام نجات دادن. بالاخره امام آهسته آهسته اونا صحتیاب شدن و بالاخره در جامعه چندین سال به امامت پرداختن که خدمات شایان برای دین و زنده ماندن و حقانیت دین خود انجام دادن. اونم با مصلحت خداوند بود که در روز خداوند که بیمار باشن و در جنگ شرکت نکنن. دیگری از خصوصیات زن عاشوراست و این مایه افتخار است که زن عاشورا
حضرت زینب سلام الله علیها ایمان قوی داشت. چرا ایمان قوی میگم؟ وقتی که نماز شبش قضا نشد مشخصه که ایمان قوی داشت، یعنی غم روزگار پیشش در مقابل حرکت به سمت خدا در مسیر الله ایش نبود. دوست. یعنی همه چیزه به سوی خوبی آمیده، چنانچه ما میبینیم که به اساس اون رنج روزگار که داشتن و کشیدن و بالاخره پیشتوی جمع در یک جماعت در مجلس یزید وقتی که توهین میشه به احترام میشه به این خاندان و حضرت زینب به جواب یزید میگه که شما میگین که ما خار شدیم، مردان ما شهید شد و ما اسیر شدیم، ما جز زیبایی چیزی ندیدیم. یعنی یک آزمون بزرگ الهی را از زینب برای خود خوب جلوه داد، به خاطر آزمون که از طرف خدا بود میگفت که من مرا زیبا میبینم. بله. خوب است، اما خوب بوده الحمدلله بر ما خوب گذشته. درست. ای چقدر یک مزیت برای یک زن و چقدر شخصیت والای داشته و چقدر صبوری داشته و چقدر ایمان قوی داشته که در مقابل این همه مشکلات، در مقابل این همه مصیبت های بزرگ که جوانان خود، مردان خود، بچه های خود، برادرزادای خود از دست میدن، انوزم میگن یا ما زیبا بوده بساس حکمت خدا، اون یک آزمون الهی بوده و الحمدلله که ما امتحان را به خوبی گذراندیم. پس ما باید دعا کنیم که خدای مشکلات ما را و امتحان هایی که بر ما مقرر میکنی آسان کن. بله. و ما را پیروز و موفق بر. امتحان که هست؟ بله، مشکلات. بله. حالا ما یک گپ پیش میاد چی حال میکنیم؟ بله. چرا باید امتحان باشه؟ چی روزگار باشه؟ یعنی ناسپاسی میکنم در واقع. بله. در حالی که ما میفهمیم که او رنج و مصیبت روزگار انسان به خدا نزدیک میکنه، به شرطی که ما صابر و قوی باشیم، تسلیم به رضای خداوند داشته. بله. پس ایمان قوی این بانوی مکرمه باعث شد که نماز شبشان در اون صحرای کربلا میان خیمه‌های نمسوخته در اون شب تاریک و قلب داغدار نماز شب خود ترک نکردن و نماز میخواندن. نماز شبشان یعنی قضا نشد. چقدر این فضیلت برای یک زن. خب با وجود که میگن اینا هم داغ دیده بودن و هم گشنه و گرسنه بودن، اینا صبور بودن و مقاومت می‌ورزیدن. دیگر این که زنان شرکت کننده در این نهضت پاک و منزه و عفیف بودن. میگن روزی که یا پایان روز عاشورا که خیمه‌گاه به یغما برده شد چیز نماند برایشان، زنان عاشورا یک پیش یکی دیگه می‌رفتن که دو تا چادر داشته باشن، سه تا چادر داشته باشن، یعنی پوشیده باشن، با حیا باشن که ما با دشمن نزدیک اینا بشه و اینا اجاب و پوشش خود از دست بدن. اینا رو ما باید به روز و تاریخ امروز باید تطبیق بدن. بله. که خدا نکند که زنان ما به حیا بشه، خدا نکند که دختران جوان ما این تاریخ را که انسان ساز گفتم هست فراموش بکنن که چقدر اون عظمت زن اون روز بزرگ بوده که با وجود که هیچ چیز از وسایل زندگی برشان باقی نمانده. بله. اما به فکر پوشش خود بودن، به فکر غذا نبودن، به فکر نان نبودن، فکر آب نبودن، به هیچ چیز نبودن، حتی سرپناه نیاز نداشتن. بله. با وجود بله. که واگرم بوده، با وجود که یک بیابان بوده، تشنم بودن که آخر روز به دهای باشان آب رسیده بوده یا نه، ولی متوجه پوشش و عفاف خود بودن که بالاخره که به دیگه توصیه میکردن که باید پوشششان کم نشه و درست باشه و در مقابل دشمن. همچنان در مقابل دشمن چقدر در مقابل مردان امروز سربازان دشمن. بله. اونا مؤدب و با تربیت بودن و با خوبی و با لحن خوب اونا عمل میکردن. سربازان میگن که ما سربازان دشمن میگن ما که به زنان نزدیک میشدیم که بغارت ببریم، وسایل امکان از زینته هایشان مثلا چیزی که در خیمه داشتن در چادر با خودشان برای آورده بودن، با وجود که شلاق میخوردن، با وجود که اذیت و آزار میشدن، اما اینا برالاوی این که مقاومت از دست ندادن به ما هم به احترامی نکردن. یعنی با لحن درست با سربازان دشمن صحبت میکردن. بله. چقدر ادب و تربیه والای اینا رو بله.
که خدا بکنه جوانان ما هم بیاموزن که در جامعه انسانی چقدر ادب و تربیت حرف اولا میزنه که اگر در هر دسته که ما بخوانیم، در هر دانشگاهی که بریم، در هر حوزه و دروس دینی بریم، اگر علم اخلاق نباشه، اگر رعایت اخلاق و تربیت انسانی نباشه، درس ما جای نمیگیره. اگر یک پزشک اخلاق نداشته باشه، با یک مریضش مدارا نکنه، با همبستگان مریضش مدارا و مهربانی و عطوفت نداشته باشه، فکر نکنم که از عمل کرد و کار کرد یک پزشک یک مریض یا بیمارش خاطر خوش داشته باشه. یعنی برالاوه مداوا اخلاق خوب یک دکتر و پزشک چکار میکنه؟ مریض جذب میکنه. ما همیشه میپرسیم که خب رفتن دکتر خوب بود؟ اول میگن بله خیلی خوب بود، هرقدر پولش هم مصرف شده باشه دنبالمون روش نیک انسانی دکتر میبینن که اون رو میخواین خوب معرفی کنن. بله اخلاق دکتر خوب بود، روشش خوبه، انسانیت داره، محبت داره، بالاخره میتونن بقیه هم تشویق بکنن که تربیت، یعنی تربیت هم از جمله زنان آشورایی تربیت نیکشان بود که در مقابل دوست دشمن در اون روز تحمل داشتن و با لحن درست حتی کودکانشان صحبت میکردن و یا تغذای آب میکردن یا نمیکردن. خب کودکان طبیعتا یک مقدار در مقابل بعضی از مشکلات صبورن و بعضی از مشکلات تحمل کردن. مثلا خوراکی یا انواع غذا، آب برای بچه ها خیلی مهمه که باید اینا درخواست بکنن که برشان بستگانشان بده. لذا ما میگیم که نتایج نیک و مثبت از این قیام به دست آمد که تا امروز تاریخ ما ثبت و ضبط کرده هست که چگونه زنان در این قیام جامعه خوبه عمل پوشیدن و توانستن که به خوبی شهادت مردانشان را برای دیگران منتقل بکنن، تبیین بکنن و قیامشان را مثبت جلوه بدن. بین از اخلاق نیک و خوب و تربیت نیک که به دامان پیامبر و خانواده پیامبر شده بود از زینب، زنانم با پیروی از این بانو عمل کرده خوبی داشتن و در جامعه برای مردم تبیین کردن که راه و روششان راه و روش نیک انسانی هست. زنده باشین خانم حسنا، تشکر میکنیم از صحبتهایتان و از حضور گرمتان سپاسگزار هستیم و همه شما عزیزان بیننده که همیشه بیننده برنامه روشنا هستین و یک برنامه ریزی دقیق دارین و هر روز در همین ساعت و همین تایم میشینین و بیننده برنامه هستین، از شما هم تشکری میکنم و انشالله که هر روز بیننده برنامه باشین. برای همگی شما عزیزان بهترین ها را خواهان هستم. موفقیت، پیروزی و سربلندی نثار همه شما خانواده های عزیز و بیننده های محترم. خدا نگهدار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.